نهاد خانواده در ایران جنبش دموکراتیک اجتماعی را تقویت می کند یا تضعیف خانواده سنگر حزم و احتیاط است یا محل رشد اندیشه های تازه سلام من داریوش کریمی هستم به پرگار این هفته خوش آمدید یکی از ناکامی های بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته ناتوانیش از قبضه کامل فضای اجتماعی و فرهنگی بوده و از جمله دلایل اصلی این ناتوانی بسته در بخش اعظم خانه ها به روی فرهنگ و نگاه حاکم بوده است این وضعیت به یک دوگانگی بنیادی در ساخت زندگی اجتماعی در ایران دامن زده به این معنا که اکثریت مردم در خانه و خانواده به یک گونه زیست می کنند و در بیرون از خانه و خانواده به گونه دیگر گویی این اصل جامعه شناختی که اون که در خانه می گذارد، امتداد آن چیزی است که در جامعه می گذارد در سالهای اخیر در ایران به حالت تعلیق درآمده است اما می میتوان از این مقدمات نتیجه گرفت که نهاد خانواده در ایران در تقویت جنبش دموکراتیک اجتماعی عمل میکند مثلا آیا خانواده شرکت در اعتراضهای سیاسی و اجتماعی را منع میکند یا تشویق آیا وابستگی نسل جوان به والدین مایه پرهیز خواسته یا ناخواسته یا آنان از ریسک پذیری اجتماعی شده یا نه فتوای خانواده در ایران خمیرمایه مایه جامعی ریسک ناپذیر شده که در عین ریسک ناپذیری خود را مستحق آزادی می داند. این پرسش را با مهمان های این هفته پرگار در میان می گذاریم. در پنل اول سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس و فرهاد خسروخاور او هم استاد جامعه شناسی در پاریس و مخاطبان اونها در پنل دوم سپیده حدادی دانش آموخته جامعه شناسی و حمید هشرودی مشاور مالی خیلی خوش آمدید آقای پیوندی آیا خانواده در ایران مشارکت در جامعه شای دموکراتیک اجتماعی رو تقویت میکنه یا تضعیف؟ من فکر میکنم که اگر آخرین جنبش بزرگ اجتماعی ایران رو یعنی جنبش سبز رو میار قرار بدیم میتونیم بگیم که خانواده در ابتدای این جنبش یعنی در محرده ای که جنبش پیش از انتخابات و در روزهای اول پس از انتخابات بسیار پردامنه بود و حاکمیت هم تحمل میکرد اونا و هیچ مشکل خاصی در حقیقت در خیابونها و در برخورد با تظاهرکنندگان کنندگان پیش نمی اومد در این بخش در حقیقت میشه گفتش که خانواده همراه جنبش بود اگه بخوایم خانواده را محل حضور نسلهای مختلف در کنار هم دیگه بگیریم به نوعی میشه گفت این نسلهای مختلف در کنار هم به خیابون اومدن و می اومدن و ما شاهد بودیم که گاهی افراد بسیار مسن در کنار بچه های خیلی جوان دانشجو و دانش آموز در تظاهرات شرکت میکردن و این نشون میداد که در حقیقت نسل مختلف یک خاص مشترک رو میتونن در خیابون در کنار همدیگه مطرح بکنن و این یکی از شاید ویژگی های مهم جنبش سبز هم بود که فقط به یک گروه اجتماعی خاصی محدود نمیشد و همه نصرها رو در بر میگرفت زنها و مردها نصرهای مختلف و همینطور گروه های اجتماعی و حتی باورهای فرهنگی و سیاسی مختلف ولی از وقتی که سرکوب شروع شد و در واقع یه نوعی برخورد حاکمیت خشن و بیرحمانه شد و خبرهای مربوط به این در جامعه به طور وسیع منتشر شد چه در مورد زندان کهریزک چه در مورد نوع بازداشت ها چه در مورد پس ندادن اجساد کشته شدگان چه در مورد نوع در واقع کشتن ندا یا کسای امثال این در مجموعه هو باعث شد که جامعه در واقع بدونه که با یک برخورد بسیار خشن و بیرحمانه ای رو بروز و در اینجا به تجریج ما شاهدیم که بخش های فعالتر این جنبش یعنی ها بیشتر در خیابون میمونن و بخش های دیگه جامعه عقب نشینی میکن. میکنن اونچه که من در حقیقت میگم بیشتر مشاهدات و چیزهایی که من خوندم و نتیجه کار میدونی واقعا نیست بنابراین میشه گفتش که خانواده در مرحله دوم یعنی در مرحله سرکوب و برخورد خشونت آمیز عملا در واقع حالت محافظه کارانی به خودش گرفت و باعث شد که به جوانها شاید فشار بیاره و تا اونا کمتر بتونن در این یعنی وقتی این مشارکت اجتماعی هزینه در پیداشت اونجا دیگه خونواده در تضعیف این جنبش اجتماعی عمل میکرد کم و بیش بله ببینید تا حدود زیادی همونطوری که در مقدمه هم به درستی اشاره شد در حقیقت تفاوت فرهنگی بین که خانواده امروز زندگی میکنه و فرهنگ رسمی جامعه فرهنگ از طرف حاکمیت تبدیل تر، ترویج میشه یک واقعیت مهم اجتماعی است که در تقریبا همه تحقیقات جامعه شناسی که در مورد خانواده انجام شده این تفاوت مطرح شده و به عنوان یه ویژگی مهم این و یه گرایش مهم در این تحقیقات مطرح است ولی همزمان این خانواده همزمان حاضر نیست بهای خیلی سنگینی بله. برای رسیدن به خواستهایی هایی که در خونه حتی گاهی ترویجش میکنه شاید در جامعه بپردازه و این واقعا احساس من است ساوت زیاد بله آقای خسرو خاور ببین اون که دکتر پیوندی گفت من شخصا مخالفت اصولی باش ندارم فکر کنم در این زمینه کاملا درسته که بعد از اینکه جامعه به طرف خشونت رفت و دولت سرکوب کرد خب بسیاری از پدران و مادران نمیخواستن که فرزنداشون برن تو خیابون چون وحشت داشتن از اینکه کشته بشن چون چه خب در مورد این آقا سلطان هم دیدیم ولی مسئله من به عنوان جامعه شناسی حرکت های اجتماعی نسش که وقتی حرکت اجتماعی رخ میده در جامعه رابطه فرد با حرکت رابطهش رو با خانواده تحت شوها قرار میده یعنی یک نوع دو قطبی شدن ایجاد میشه که این باعث میشه که روابط اجتماعی حتی معکوس بشه یک مثال خیلی روشن ندا آقا سلطان پدرش نه موفق نشد که اون رو دو خیابون نبره بلکه خودش آمد باهاش دو خیابون یعنی رابطه برعکس میشه جوونها پیرار میارن جوون ها موسن رو میارن و بعدا از یک حدی که میگذره ما بحثایی که داشتیم در تهران در اون موقع جوان میگفتن که یه حالت ناموسی به خودش گرفته یعنی دیگه من میام تو خیابون برای اینکه بگم وجود دارم چه خانواده بگه بیا چه بگه نه یا و بنابراین رابطه در, رابطه در رابطه با جنبش اجتماعی حرکت اجتماعی که فرد بهش اعتقاد داره باعث میشه که دیگه مسائل خانوادگی و اون سروری خانواده پدر مادر نسبت به فرزند زیر سوال بدن البته در مورد ندا و سلطان معلم موسیقیش بود که مسن بود و ندا او رو آورده بود ولی معتقد هستید که اون مثال رو میشه تسری داد و در جریان جنبش سبز جوونها بقیه اعضای خونواده رو میکشوندن به خیابون واقعا حتی موقعی که ریسک داشت و هزینه در برداشت شکی نیست اصلا این <applause> شما من خودم تهران بودم در اون زمان بعضی اون یعنی بود اصلا مصاحبه هم داشتن که با ظاهرا پدرش یا اینها میگفتن که ما سعی میکردیم و این اصلا مخالفت میکرد به هر حال نگاه کنین حرکت های اجتماعی فعلی چه در ایران چه در جهان عرب حرکت هایی هستن که عامل محرکش جوان ها هستن حتی در اوائل حرکت سبز هم که خانواده بودن اکثریت اعتقاد خانواده نبودن تا اکثریت جوونا بودن و خب این حتی میشه گفت یکی از نقاط ضعف حرکت بود که موفق نشد تلفیقی بکنه از سایر اقشار اجتماعی در مورد خانواده مسئله اساسی که مطرح هستش این هستش که رابطه جوان ها با پدر و مادر از لحاظ عاطفی واقعا تغییر کرده یعنی یه تحول بسیار عمیقی رخ داده در ایران که خب کارهای جامعه شناسی شده مثلا ما در فرانسه خانومی از ماریلادی فولادی که کار خیلی خوبی کرده در دموگرافی این قضیه <تصفح> شما نگاه کنید خانواده که کوچیک شده یعنی الان همه ما میدونیم که مثلا تعداد بچه های یک خانواده در ایران بین مثلا حوالی دو خورده ایه حالا آره من نمیخوام دقیقا روش بحث بکنیم اینا بنابراین به مدل غربی خیلی نزدیک شده یعنی خونواده گسترده در ایران تبدیل شده به خونواده کانونی و کوچک نیا کن گسترده وقتی جامعه شناسا بهش میگن گسترده فقط معنی نداره که تعداد بچه ها بیشتر باشه بنابراین خانواده با تعداد بچه های بالای سه چهار پنج تا تبدیل شده به خانواده با یکی دو سه بچه بله. اکثریت قاطع و این بنابراین... تغییر چه ربطی به جنبش اجتماعی نیا کنین این تغییر رو اگر شما در رابطه بذارین با سطح تحصیل که بسیار مهمه شما مثلا در زمان انقلاب اسلامی شاید حوالی 300 هزار تا دانشجو ما داشتیم الان بالای سه میلیونه دو دو میلیون هفتصد تا رسما به علاوه دانشجوهای دیگه سه و خورده ای و خب سطح تحصیل و آگاهی اجتماعی جوان ها بسیار بالا رفته در ایران چه دختران چه پسران بله. و این دیگه اون حالت تحکم آمیز خانواده پدر سالاری به معنای اش میخوام میگم تحقق پذیر نیست بله. یعنی به این راحتی نمیشه بده. پدر نمیتونه دستور بده پسرش دخترش استدلال میکنن و این استدلال باعث میشه که تقریبا یه رابطه بین ایجاد بشه که این رابطه بین الاذهانی مصاوا... بر مبنای مساوات بله. اینطور نیست که پدر بگه بکن و اون هم خود. بگه چش اجازه بدید ببینیم پس سوال ها چه هست بعد به نکات دیگه میرسیم آیا فرض گرفتن اینکه که نهاد خانواده به عنوان خانواده نو مدرن هستی تقویت کننده یا بازدارنده مشارکت اجتماعی افراد میشه این تاثیر منفی نمیذاره روی مشارکت اجتماعی افرادی که اصلا توی چارچوب خانواده هستهای جا نمیگیرن مثلا مردان مجرد زنانی که بچه هاشون خودشون سرپسش به دارن و بزرگ میکنن دختر و پسرهایی که قرار نیست ازدواج بکنن تشکیل خانواده بدن اینی که ما خانواده رو به عنوان یه تعریف بگیریم تاثیر منفی نمیذاره روی برخورد اونا شما فهمید اتفاقا یه بحث بسیار جالبی است شما نگاه کنید حرکت اجتماعی با به وجود آوردن روابط عاطفی جدید در خلال تظاهرات باعث میشه که یه مقدار این نداشتن رابطه اجتماعی مثل مثلا افراد مجرد افرادی که پدر مادرشون مثلا جدا شدن مثلا افرادی که واقعا احساس تنهایی میکنن تو جامعه به یک طریقی میخوام بگم وارد گود بشن ولی مسئله دیگری که شما مطرح میکنید که به نظر من باید روش فکر کرد این هستش که چطور این حرکت اجتماعی مثل حرکت سبز موفق نشد مثلا جنوب تهران اونطور تکون بده که شمال تهران و مرکز تهران رو تکون داد یعنی خانواده ها و گروه هایی از جامعه مخصوصا طبقات پایین جامعه به طریقی نتونستن وارد این حرکت سبز بشن در حالی که مثلا در تونس این موفقیت آمیز بود این تلفیق ایجاد شد میخوام بگم یه بود طبقاتی داره که در این بود طبقاتی جوان ها در یک کشور مثل تونس تونستن این رابطه رو برقرار کنن با اخشار طبقه متوسط و خانواده ها در اینجا میخوام بگم حتی به بس، صورتی به هاشیه کشیده شدن چون خانواده تیگه تعیین تقع کننده نبود تو حرکت در ایران با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی نبودن امه. کار جوون ها وابستگی شدید اقتصادی دارن به خانواده امه. بنابراین مجبورن در رابطه با خانواده یک نوع میخوام بگم دارن ولی از لحاظ عاطفی خیلی جدا شدن از خانواده امه. یعنی وابستگی اقتصادی عدم وابستگی عاطفی جوان در ایران این موفقیت به نظر من باعث شده که در حرکت های اجتماعی مثل حرکت سبز امکان پذیر بشه حالا شکستش بحث دیگری هست ولی رابطه با خانواده یه رابطه ی نیمه ابزاری شده بود عاطفی من منکر نیستم ها. ولی خود مختاری و فردگرایی جوان در داخل جامعه ایران در رابطه با خانواده خیلی بیش از گجسته یعنی در عین وابستگی مالی فردگرایی و خودمختاری هم تشدید شده من این نکته مهمیه آقای پیوندی یه تحقیقی من خوندم اخیرا که از حدود 500 خونوار در تهران انجام شده در اگر اشتباه نکنم دانشگاه الزهرا که نشون میده که از سه دهه گذشته وابستگی مالی جوانها به والدینشون حتی بعد از ازدواج هم بیشتر شده ام. یعنی در خونه خریدن و گرفتن مسکن وابستگی الان بیشتر تا سی سال پیش ولی همون تحقیق نشون میده که این جوان ها علا رقم این که وابستگیشون بیشتر شده کمتر به قول خودشون خط پدر و مادر رو میخونن به این ترتیب میشه گفت که این وابستگی مانع مشارکت اجتماعی نشده نه؟ نه این وابستگی برحال یکی از اون اتصال هایی که جوانا رو هنوز با بخان خانواده نگه داره ولی همزمان تعیین کننده نیست در تعیین رفتاری یا در واقع ایدئولوژی که یا فرهنگی جوان من اگه برگردم به سوالی که شد بله. برای من چیزی که خیلی مهمه اینه که ما امروز خانواده رو من بر اساس تحقیقاتی در مورد خانواده انجام شده و تونستم بهشون دسترسی داشته باشم این رو میگم ما خانواده امروز در ایران با یک خانواده با اشکال کاملا متضاد خانواده سر و کار نداریم یعنی این چیزی که ایشون گفتن خیلی اساسی است ما امروز مثلا هفت میلیون فرد ازدواج نکرده بین 20 تا 30 سال در ایران داریم. این یک ای پدیده جدیده ولی خانواده های کوچکی یا نیمه متوسطی هم که وجود دارن همشون سنتی یا مدرن نیستن اونایی که سنتیان یه مقدار مدرن شدن اونایی که کاملا مدرنن هنوز بعضی چیزهای سنتی را حفظ کردن اینا همش به خاطر شرایط جامعه است بنظرم این فیلم جدایی نادر و سیمین, سیمین. فیلم فوق ای از این نظر دیدنش برای اینکه نشون میده که چجوری هم خانواده سنتی هم خانواده مدرن شهری هر دوتاشون در واقع اشکالی از سنت یا اشکاری از جامعه, جامعه مدرن رو در هست. خودشون حفظ میکنن و نمیشه اونا رو به صورت سیاه و سفید دید و این در واقع پدیده جدیدی هم پدیده های جدید هم که در جامعه روش میکنیم مثل طلاق ما الان یک ششم ازدواج های ما در ایران به طلاق منجر میشه ما در سال حدود 140 هزار تا طلاق از چهار برابر مم. 20 سال پیش طلاق داریم در ایران و حتی شهرهای مثل قم و حتی روستاها ایران من نگاه کردم به آمار جزئی سال گذشته حتی روستاها و شهرهای کوچک ایران و حتی شهرهای مذهبی مثل قم هم مسئول نیستن از پدیده های جدید و این پدیده های جدید باعث میشن که خانوادهایی به وجود بیان که در ایران در گذشته وجود نداشتن یعنی خانوادهایی یک والدین با با بچه چیزی که در غرب خیلی وسیع شده ولی والدین با بچه‌ای که طلاق گرفته بازگشته و بازگشته اینها معنیش برای مشارکت اجتماعی افراد در خانواده چی هست معنیش ازاف... اینه که آزاد شدن فرد از قیود و سنت های، یا روابط خانواده سنتی خیلی آسان‌تر تر انجام میشه برای اینکه خانواده سنتی به شکل سن قدیمی شد تو از خانواده که یک پدری که همه قدرت را داشت و کتاب های ایران امروز تلاش میکنن این خانواده رو به عنوان تنها خانواده به بچه‌ها معرفی کنند. کنن در حالی که این خانواده دیگه اولا خیلی کم وجود داره یا کاملا هاشیهی شده بله. آیه هشتودی آیه فر بودید که عوامل محرک هستند و فکر نمی عوامل بازدارنده در مقابلشون خانواده ها هستن که خیلی قویتر هستند و حالا ما اسم می به نام وابستگی ولی میشه اینا رو در موارد بازدارنده به صورت ابزار استفاده کنیم که خانواده حالا به از ابزار مالی استفاده میکنه برای محدود کردن اون جوون که مثلا به عنوان مثال میگه که من اگر بری این کار رو بکنی از ارث محرومت میکنم و الان همونجور که فرمودن خیلی جوون ها وابستگی های بیشتری دارن در نتیجه این ابزارها روز به روز قوی تر و قوی تر میشن اوکی <applause> مسئله اساسی این استش که وقتی یه حرکت اجتماعی مثلا رخ میده این بحث های فردگرایانه به معنای اینکه <applause> اگر این کارو بکنی ارث بهت نمیدم و اینا همه تحت شعا قرار میگیره نیا کنین ابعاد عاطفی شدید داره حرکت های اجتماعی که این ابعاد عاطفی میخوام بگم احاطه پیدا میکنن به فرد یعنی جوونی که میره تو خیابون دیگه فکر اینو نمیکنه که اگر من نرم مثلا فردا ارثم رو پدرم نصف میکنه یا اصلا هیچی بهم نمیده میره و بعدا این باعث میشه که مثلا گاهی کشته بشه گاهی اوقات تظاهرات کنه گاهی دستگیر بشه گاهی زخمی بشه به هر حال این قضایا این روشنی میخوام بگم تجزیه و تحلیل نداره که اگر این کارو بکنی اون کارو میکنم و اگر این رو من نکنم اون کار اون میکنه به این راحتی نیست قضیه بسیار قامز از اونه ولی بود بودی که مثلا خانواده میتونه عقاید خودش رو تحمیل بکنه این هم به مقدار زیادی ضعیف شده به خاطر اینکه اون نگاه کنید حالت منطقی اومده جوونی که رفته دانشگاه و وقت میاد بیرون بحث میکنه مص... به صورت مساوی با پدر مادرش بحث میکنه و حتی گاهی اوقات خیلی موفق میشه اونها رو قانع بکنه ما یه کاری که کرده بودیم تو قوم که <coughs> چاپ شد دو سال پیش با <coughs> امیر نیکبی نشون میداد که چطور مثلا دختران جوان دیگه مثلا قبول نمیکنن که پدر و مادر مثلا یک شوهر بهشون تحمیل بکنه ولی اگر خودشون یه شوهری انتخاب بکنن که پدر و مادر مخالفت بکنن اونا قبول میکنن که این شوهر شوهر رو نکنن یعنی میخوام بگم یه حالت هایی پیدا میشه که در اون باعث میشه که افراد با همدیگه کنار بیان قبلا پدر و مادر تحمیل میکردن الان یه حالت بحث و مجادله ای شده که در قالب اون جوون ها میتونن عقاید خودشون رو تا حدود زیادی مطرح بکنن و گاهی اوقات هم تحمیل بکنن بنابراین این میخوام بگم اون روابط عاطفی در بدن خانواده عوض شده و بنابراین دیگه پدر نمیتونه همینطوری بگه که من اگر این کار بکنی اون کار رو میکنم و به حالت تحکم چون دیگه اصلا بعد تحکم در روابط خانوادگی میخوام بگم پدیده نامعقولی به نظر میاد یه نکته دیگه هم این هست که مشارکت اجتماعی مشارکت در جنبش دموکراتیک انواع اقسامی داره بعضی از اینها کمتر ریسک در بر داره بعضی از اینها بیشتر ریسک در بر داره و اگر این حرف آقای خسروخاور رو دوباره بریم وسط که شون میگن که خیلی از جوانها ها به یه شکلی فریب میدن خونواده رو و مشارکت میکنن در اون تا مشارکتی که شاید کمتر ریسک داره مثلا ممکنه به تظاهرات نرن ولی به انهای دیگه میان مشارکت اجتماعی میکنن ا ا اون چی که مهمه اینه که به نظر من خانواده عملا اولین جایی که بچه یاد میگیره که یعنی خیلی از بچه ها دسته کم یاد میگیرن که یه تفاوتی وجود داره از داره فرهنگی با فرهنگ رسمی و این در واقع حالت تقیانی نسبت به فرهنگ رسمی. رسمی را اول اینا در خانواده یاد میگیرند ولی همزمان خانواده توجه به خطرات مختلفی که وجود داره بعضی موقع این خطرات خیلی ناچیزن مثل اینکه که کسی به خاطر مثلا بیهجابی بیهجابی البته بیهجاب که نمیتونه آدم باشه به خاطر بدهجابی در ایران مثلا مورد آزار قرار میگیره خانواده مثلا فشار میاره که این پوشش درستری داشته باشن من مثلا موارد متعدد دیدم از اطرافیان خودم که اینا یه نوعی مجبورن به بخ... خانوادهشون دروغ بگن برای اینکه بتونن حتی در کارهای ساده اجتماعی شرکت بکنن حتی دور همدیگه جمع بشن یعنی یه نوعی همزمان بچه یاد میگیره از طریق خود خانواده که باید درو باشه عملا برای اینکه بتونه تو این جامعه زندگی بکنه و این درویی رو بعدها ها ب... علیه خود خانواده خیلی خوب استفاده میکنه ام. ام. همزمان اینه که متو من میخوام بگم که اگر شاید این مشکلات رو ما نداشتیم و این فشارها ها رو ما نداشتیم اون وقت خانواده به اون صورت تبدیل به مانع نمیشد ولی وقتی مثلا سرکوب به این شدت وجود داره یا این سختگیری های با این حد الان وجود داره که گاهی در مورد مثلا یک الان به خصوص در مورد مثلا بدهجابی خب کار به جاهای خیلی باریکتر میتونن بکشونن مثلا شب نگر دارن بچه را یا اذیت بکنن باعث میشه که خانواده عملا یه فشار بذاره رو بچه ها و این فشار درسته که در مورد خیلی موثر ولی بالاخره یه نقشی بازی میکنه و این نقش رو در واقع نمیشه نادیده گرفت در ارتباط با همین یه مثالی به ذهن من میرسه آقای خسرو خبر که در اون اوج اعتراض های جنبش سبز وقتی بحث کهریزک شد و شدت عملی که علیه معترضین به کار میره گفته میشد همون اسم کهریزک خونواده ها رو میترسون و از اون به بعد خونواده ها بیشتر سعی کردن بچه هاشون رو نگه دارن چنین چیزی رو اگر قبول داشته باشیم میتونیم بفهمیم که خونواده خیلی از اوقات میتونه نقش نگه دارنده داشته باشه دیگه درجه میخوام بگم توقیان مطرحه یعنی خود رژیم هم سعی کرد مثلا طوری بکنه که مثلا تعداد کشته شده ها کمتر باشه اگر از یک حدی بیشتر این سرکوب رخ بده کسی دیگه نمیتونه جلوی این سیل رو بگیره شما نگاه کنین الانه در مثلا سوریه بالای 1500 نفر کشته شدن برای جمعیتی که تقریبا بین نصف تا یک سوم ایرانه یعنی در در کردی حوالی 4 5 هزار نفر به نسبت ایران و الان کدوم خانواده است که میتونه بگیره الان توقیانی که میشه شهرهایی که مردم میریزن توش طوری هستش چند هزار نفر میریزن بنابراین اگر یک رابطه میخوام بگم باشه بین سرکوب و در عین حال اون خطر کشت و کشتار خانواده میتونه یه موقع جلوشو بگیره ولی اگه حدی که بیشتر میشه میخوام بگم مثل نمیتونه. یه سلیه که صدها رو میشکنه خانواده هم میشکنه صد رو همچین چیزی نیستش که خانواده بتونه میتونه. واقعا در جلوی این قضیه بگیره ولی به نظر من چیزی که اساسی هستش و خب دکتر پیوندی هم بهش اشاره کرد اون هستش که شما نگاه کنید همین طلاق ها همین جدایی ها همین تحولاتی که در داخل رو خانواده رخ داده باعث میشه که جوان ها بتونن یک نوع فاصله گیری بکنن با خانواده بله. یعنی این خودش نطفه فردگرایی رو در خانواده میریزه بله. شما نگاه کنید تا وقتی که خانواده منسجم بود لاقل از روز ایدئولوژیک و بعدا پدر سالاری مطلق بود و به یه طریقی مادر سالاری چون مادر هم نقش اساسی داشت در این پدر بالد. سالاری خب این بازی جوانها خیلی کم بود توی این قضیه ولی وقتی شما میبینید خانواده طلاق گرفته رفته با... مثلا مادر رفته با شوهر دیگری کرده پدر رفته زن دیگری گرفته این باعث میشه که یه مقدار این سیستم بشکنه و این رو که غربی ها بهش میگن رفلکسیویتی کمک میکنه به این که فرد بتونه فاصله بگیره حتی با نظام خانواده بله خانم عدادی نقش اشتغال زنان و در نتیجه همسانی نقش زن و مرد در خانواده رو توی به وجود آمدن تمایلات مشارکتی چجوری میبینید و اگر یه نگاه تاریخی بهش داشته باشید من ببینید همونجوری که میدونیم ما الان اشتغال سطح اشتغال زنان در ایران یکی از پایین‌ترین ترین اشتغال در منطقه و در دنیا هستش یعنی ما حدود 14 درصد زنانی که میتونن در ایران نیروی فعال جامعه باشن فقط کار میکنن و نسبت به قبل از این ما شادی رشد نبودیم این رشد بیشتر کیفی است یعنی زنان الان موقعیت های شغلی خیلی بهتری دارن نسبت به گذشته و بازار کار زنا درسته که رشدش الان دو برابر ولی انقدر در واقع عقب نشینی ما در 20 سال گذشته در 20 سال اول انقلاب داشتیم که در این ده سال با وجود رشد زیاد نتونسته. ولی نتونست. به هر حال اینا همه اون پدیده یعنی که یعنی دسترسی زناب به آموزش ما امروز دخترای بیشتری در دانشگاه داریم دا تا پسر و شاید هیچ نسلی در تاریخ ایران نبوده که در این حد زنها درش تاثیر کرده باشن زمانی که ما انقلاب شد در ایران ما فقط 500 هزار زنی داشتیم که کلا آموزش عالی دیده, دیده, بودن الان ما حدود یک میلیون و هزار دختر فقط در دانشگاه داریم یعنی چهار برابر کل کسانی که آموزش عالی در خب این یه تغییر اساسی در جامعه در روابط مادر و پدر و این مشارکت اجتماعی رو میبره بالا مشارکت اجتماعی رو هم همزمان میاره اینی که در ندا به نماد این حرکت تبدیل میشه یا بسیاری از زنان فعال امروز در زندان هستن مثل نرسین سوتوده و به نماد حرکت اجتماعی تبدیل میشن اینا اتفاقی نیست اینا در حقیقت زنها در جامعه به موقعیت تحصیلی و شغلی و در دست پیدا کردن و به اون حد نقششون در تولید علم و در تولید در حقوق فرهنگ در جامعه بالا رفته که عملا ما در گذشته در مثلا اول انقلاب نتونستیم زن زیادی نشون بدیم که بتونیم اونا به عنوان زنایی که نماد یه حرکت اجتماعی باشن باید. در حالی که الان اینا را داریم و اینا برای دختر جوو میتونن تبدیل به سمبول های حرکت بشن ولی همین فکری که خب من میرم سر کار زمانم رو میخرم یعنی دیگه من از شما به عنوان پدر همسر برادر یا مثلا حتی مادر پول تو جیبم نمیگیرم اقتصادم رو شما تامین نمیکنید و من اون پول چجوری مصرف میکنم و زمانم رو چجوری میگذرونم من فکر که اصلا فکر همین حالا اینکه سر کار برن موقعیت اقتصادی داشته باشن یا نه ایجاد شدن این تفکر باعث شد که اون نقش مرد سالاری، پدر سالاری و منبع مالی داشتن پدر تحت قرار بگیره و این باعث شد که مشارکت اجتماعی علایق به مشارکت های اجتماعی روز بیشتر بشه بله، برای اینکه امروز در حقیقت مسئله اساسی جامعه ایرانه که زنها نسبت به سطح تحصیلات، نوع رابطهشون با فرهنگ و توقعاتی که دارن با هنجارهای رسمی تفاوت خیلی زیادی دارن و همین این تفاوت و این دوگانگی هم باعث میشه مم. که انگیزه شون هم برای مشارکت اجتماعی خیلی زیادتر باشه و این انگیزه هم به طور واقعی خودشو نشون داده در حرکت های مختلف اجتماعی ما در واقع اولین حرکت اجتماعی است که در اون زنا مطالبات خودشون رو به عنوان بخشی از دموکراسی در جامعه مطرح کردن و این خیلی تغییر مهمی است نقش مثبت تحصیل برای مشارکت اجتماعی که به نظر میاد کمتر کسی تردید داشته باشه و این تحصیل بیش از هر چیز به دلیل کمک مالی و حمایت مالی خونواده به دست میاد پس اینجا نقش خونواده بارز میشه ولی یک نکته مهم که آقای پیوندی قبل از اینکه داخل برنامه بشیم میگفتن و میخوام از آقای خسرو خاور بپرسم راجبش اینه که گفته میشه جوان ها وقتی که برای تحصیل به شهرهای دیگه میرن و از خونواده دور میفتن مشارکت اجتماعیشون خیلی بالا میره برای اینکه اون سپر حفاظتی خونواده دیگه نیست از این مثال میتونیم نتیجه بگیریم که بودن در داخل خونواده میتونه سخت مانه بشه این یه عامل بین سایر عوامل شکی نیستش که این عامل خیلی میتونه مهم باشه مخصوصا در ایران با او وجود اون کنکور سراسری که باعث میشه که مثلا چه میدونم یک جوان قومی بره تهران یا بره مثلا شهرستان ها و این باعث میشه که خب مخصوصا در شهرهای کوچک مثل قوم و کاشان و اینا شهرهای سنتی وقتی که فرزند میره بیرون خب خیلی آزادیش بیشتر بشه دیگه مثلا خیلی از اینها جوان دختران و جوانی که میرفتن از قم به تهران وقتی برمیگشتن دیگه اون دختر نبودن دیگه بله. چون واقع وارد شهر تهران شدن ولی در اینجا مسئله اساسی این که شما اگر تهران برین مثلا یه شهر دور دورافتاده کویری کوچک من فکر نمی‌کنم خیلی آزادیتون بیشتر بشه برعکس اگر از شهرهای کوچک شهرستانی برین تو شهرهای بزرگ شکی نیست که در اونجا <تصفح> مسئله تغییر فایشی پیدا میکنه و یه مسئله دیگه هم... داره به اینکه کجا میری کجا میرید و مشارکتش بعدن... و یک مسئله دیگه هم که خیلی مطرح هستش در زمینه خانواده و ت... نقش میخوام بگم روشنگر اون دیاسپورا ها هستن دیاسپورا <تصفح> یعنی این که مثلا ایرانیانی که مثلا شما نگاه کنید اون الان بیش از سه میلیون نفر شاید تعداد دقیقش روشن نیست ولی سه میلیون نفر در جهان غرب و کشورهای ایرانی هایی, هایی که خارج از کشور هستند و اینها رابطه خانوادگیشون رو از دست ندادن با داخل ایران خیلی ها مثلا هر هر رو شما باشون صحبت میکنید مثلا طبقات متوسط شهری یک نفر از اعضای خانواده پسر عمو دختر دایی یا مثلا یکی از دوستانش در غربه و این رابطه حفظ شده و این باعث میشه که در حقیقت اون الگوهای فردگرایی غربی هم به یک طریقی رخ نمیکنه بنابراین رفتن از یک شهر به یک شهر دیگه مخصوصا از شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ یا اینکه مثلا رابطه دیاسپوریک با بله. ایرانیان دیگر و بسیاری از مسائل دیگه اصلا رفتن دانشگاه خود رفتن دانشگاه باعث میشه که فرد از اون الگوی بسته بیاد بیرون مثلا شهرهای کوچیک که دانشگاه باز شد که بسیاری از این آیات اوزان فکر میکردن که این باعث فساد میشه در حقیقت باعث شدش که میخوام بگم از لحاظ فکری جوان ها دختران پسران باز بشن و بتونن رابطه با هم داشته باشن و بتونن یه رابطه احساسی و عاطفی داشته باشن که به هیچ وجه این نماینده فساد نیست بلکه نماینده رابطه رابطه‌ای هستش که باعث میشه که فرد دیگه اون حالت پسرگونگی خودش رو از دست بده درک بکنه که دختری هم وجود داره نه فقط از لحاظ جنسی بلکه از لحاظ روحی روانی عاطفی و حتی میخوام بگم بله البته در مورد اینکه در شهرهای کوچیک واقعا مشارکت اجتماعی خیلی نمیشه داشت یا محدودیت زیادتره نمیدونم اونم باید تا حدی دستبندی کرد برای اینکه شهر کوچیکی مثل رودهن با دانشگاهی که داره و تعداد زیادی که دانش داره علاقم که خیلی کوچیکه به نظر میاد خیلی از متوسط 20 درصد جمعیتشون دانشجو است بله. چون شهرای کوچکی دانشگاهی ما از دانشجوی نقل میکردن مثلا دانشجو بر من نقل میکردن این در... شهرها از مراکز مهم مشارکت اجتماعی هستن به دلیل اینکه بچه یا دانشجو یا جوان هر چی اسمش بگذاریم دور افتاده از خانواده چنین نیست حتی خیلی ساده مثلا یه دانشجو برای من تعریف میکرد بر... می گفت من اولین باری که رفتم شهر کرد اولین دانشجو بود در شهر کرد وا شده بود و در اونجا در حقیقت شب اول ساعت 5 بعد از ظهر هیچ کس تو خیابون نبود و ما رو گرفتن گفتن شما تو خیابون چه کار میکنید گفت من روزی که از این شهر پنج سال بعد پارو تحصیل شدم اومدم بیرون تو این شهر چندین مرکز وجود داشت که جوونا بهش رفت آمد داشتن از رستوران از جایی که جوون پاتوقای جوونا اینا و این یه پیده بود که جوونای خود شهر هم آورده بود به داخل ایران یعنی اینها در حقیقت وجود دانشگاه وجود دانشجو وجود جمعیت جوونی که در یه جا میتونه در واقع جمع بشه و مطالباتش هم فرق میکنه با بقیه و نوع رابطش با جامعه هم فرق میکنه اینا باعث باعث میشه که واقعا در سطح جامعه یه نوع نگاه دیگه و اینا تجربه دیگه به وجود بیاد که سبب میشه که فرد جایی این تصمیم رو بگیره که فراتر بره مرزها رو بشکنه یه جایی هم دروغ بگه درویی بکنه یه جایی هم بمونه و نره باید. همه اینا در کنار هم همزیستی دارن و این تناقض در واقع امروز پدیده خانواده آقای دکتر پیوندی شما فکر نمی‌کنید این مرزایی که شما می‌فرمایید مثلا فرزندان میشکنن آیا این به خاطر این نیست هیچ که فرزندان متوجه دلیل نمیشن که چرا خانواده این مرز رو براشون گذاشته چون صد درصد خانواده اگر چیز خوبیه خانواده هم اونو میخواد و اگر چیز بدیه خود فرزند همون رو نخواهد خواست پس چرا این دوتا با هم فرق دارن؟ فکر نمیکنید که حالا حتما دلیلی هست که این فرزند متوجه نمیشه به خاطر این هستش که خانواده میگه این کار رو نکن یا این کار رو بکن ببینید این, ف... این پدیده فقط ایرونی نیست این پدیده جهانیه یعنی پدیده رابطه بین نسلها یه پدیده همیشه پدیده بوده که درش تنش هم... همراه بوده یه زمانی اصلا پدیده اصلا ما گروه اجتماعی به نام جوان جامعه به اون صورت به رسمیت نمیشناخته قبل از دهه شست در دنیا این, این در غرب در واقع جوان خوش رو به عنوان گروه جدید اجتماعی تونستن تحمیل بکنن به جامعه ولی این تنش از بین نرفته این تنش بین جوون ها و خانواده بخشی از اون موتور تحول جامعه است یعنی جوان در تغییر دادن جامعه در متفاوت کردن جامعه شرکت میکنن برای که به هر حال ارزش ها یک بود نسلی دارن یعنی اون چیزی که برای نسل جوان امروز یه ارزشه میتونه برای خانوادهش نباشه و همین تناقض و همین تنشی که بین ارزش وجود داره در ایران هم برای من ما پدیدمون فقط متناقض سره به خاطر نقشی که دولت بازی میکنه نقشی که در دنیا شاید کم سابقه باشه دوم اینه که خانواده واکنششون میده به این نقش و همین باعث میشه که جوونا تا حدود قربانی این روابط بین خانواده و حاکمیت و نوع برخورد حاکمیت و نوع نگاه خانواده به و این در ایران فقط پدیده بغرنشتره پرتنشتره ولی فقط در ایران نیست ما این پدیده به نظر من است. خب فکر نمی کنید که مثلا در مورد حالا بحث هجاب بعد هجابی و هجابی و اینو شما فرمودی فکر نمی کنید وقتی پدر به دخترش میگه که مثلا هجاب رو رعایت کن این پدر چه نظری داره برای چی این رو میگه آیا میخواد دخترش رو اذیت کنه یا بحث دیگه ای هستش صد درصد نمیخواد اذیتش بکنه این خیلی مشخص هستش شما معتقد هستید خلی... که نسل جوانتر متوجه اون نقش حمایتی و حفاظتی نسل صدت. پیش از او یعنی والدین نیست در جامعه ایران و این تفاهم وجود نداره ببین اگه اینجوری بود اصلا ما اصلا مشکلی به نام حجاب تو ایران نداشتیم یعنی قرار بود جوان خیلی راحت بپذیرند که هجاب چیز خوبی است و باید رعایت بکنن خب الان اینایی که الان 35 رفتن در تمام مدت دوره آموزشی هم بهشون گفتن نا. چرا هجاب باید گذاشت این هم هم روشون فشار رو آوردن ولی چرا این پدیده در ایران وجود داره برای اینکه این مقاومتی که وجود داره برای اینکه این مقاومت امروز برمیگرده میگرده بخشش به فرد فرد جدید اجتماعی که میخواد آزادانه در مورد نوع پوششش تصمیم بگیره نمیخواد دیگران بهش بگن که چه جوری لباس بپوش چه جوری کن چه جوری راه برو چه جوری تو جامعه باش این اون چیزیه که در واقع خانواده میخواد نقش میانجی رو در ارتباط با حاکمیت بازی بکنه و این تنش رو کاهش بده ولی در عمل موفق نمیشه برای اینکه بالاخره این در مقابل فردیت جوان قرار اگه برگردیم به ایران اجازه بریم نظر آقای خسروخاور راجب این سوال چی هست که آیا بین دو نسل متفاوت در خونواده ایرانی و اندازه کافی تفاهم و تعامل هست شما در این بحث بیشتر معتقد هستید که چه چیزی هست به دلیل اینکه خانواده ایرانی متحول شده و به خصوص خانواده ها کوچکتر شدن ولی خیلی از کسانی که در خانواده ایرانی متعلق به نسل گذشته بعضی ها میگن ولی نسل قدیمی هستند جلوی بچه ها رو میگیرن و بچه ها نمیدونن چرا به گفته ایشون و بعد پدر و مادران میگن برای اینکه ما در انقلاب شرکت کردیم و نتیجهش رو دیدیم اون نوعی از مشارکت فوق العاده صریح و پرهزینه اجتماعی بود و ما نمیخوایم شما این کار رو بکنید این تفاهم و تعامل در این مثال خاص دیده میشه که خیلی وجود نداره و بچه‌ها هم نمیفهمن که چرا در پدر و مادران نگه میدارن شما نگاه کنین مثلا <تص September> خوب دکتر پیونیا ب... بهش اشاره کرد این هستش که وقت این تضاد بین جوان ها و خانواده پدیده ای هستش که میخوام بگم فقط منحصر به فرد ایران نیست ولی در این زمینه که شما میگین یک خانواده کوچیک شده ولی کوچیک شدنش دلیل بر این نیستش که پدر و مادر خودشون رو تطبیق دادن با این نظام جدید یعنی خانواده میخوام بگم تبدیل شده به خانواده هسته‌ای ولی ذهنیت پدر و مادر هسته‌ای نیست این خودش کار داره یعنی این, این که خانواده از دموگرافیک کوچیک میشه دلیل بر اون نیستش که پدیده های عاطفی احساسی منطقی و روانی اجتماعی خودشون رو تطبیق میدن این کار داره وقت میخواد و اکثر اوقات این انجام نشده به طرز, تر... کامل یعنی خانواده کوچیک شده ولی پدر و مادر هنوز اون حالت پدر سالاری رو دارن مسئله اساسی نیست که اونها دارن یا ندارن مسئله اینه که قبول بنابراین قطب اساسی و پویا جوان هستن یعنی فرزندانن پدر و مادر هنوز میخوان مثلا اون حالت تحکم آمیز رو داشته باشن ولی بچه ها قبول نمی کنن. ما دیگه بچه های سابق رو نداریم که بخوان مثلا به صورت یعنی حرف های آمرانه پدر و مادر رو به صورت مطلق بپذیرن اینه که از قضیه رو قامز میکنه نکته دوم که شما میگین گفتن که واقعا درسته همین حرف که خب ما انقلاب کردیم نتیجه شدیم اتفاقا الان جوان ها میگن شما انقلاب کردین گند زدین ولی ما میخوایم کار دیگری بکنیم و این کاری که ما میکنیم انقلاب نیست شما نه. نگاه کنین مدل مثلا حرکت سبز و یا مدل اکثریت قاطع کشورهای عربی این <applause> عرب سپرینگ بهش میگن غربی ها <applause> جهان عرب. این جهان. این در حقیقت مدل جدیدی هست که اولا خشونت توش نیست روابط روابط اجتماعی غیر فرهمند یه بالا نیست و یک پایین هممون در یک سطحیم رابطه دموکراتیک هستش به معنای جدید کلمه شکی نیستش که پدر و مادران نسل گذشته این رو به راحتی قبول نمی کنن. نه اینکه به خاطر به خاطر این باشه که فقط بگن من خوبی تو فرزندم رو میخوام به خاطر نظام ارزشی که در قالب اون بزرگ شدن, شدن. یعنی شما نگاه کنین اینجا تضاد هستش بین نظام های ارزشی جوون ها یک طرز دیگری بزرگ شدن حتی اگر در قالب خانواده بوده باشه و یک پدیده ای رو که ما روش بحث نکردیم به علت زیغ وقت به نظر من این اینترنت و تلویزیون های جدید و ماهواره و اینا هستش که باعث تحولات بسیار زیبا و زیاد و عمیقی میشه جوونی که مثلا مستقیما میتونه از طریق فیسبوک از طریق توییتر از طریق اینترنت و بلاگ ها و غیر و رابطه برقرار بکنه در حالی که بلد نیستن این خودش نمید. میخوام بگم تحولاتی روی در برداره بر که باعث میشه که دیگه نظام ارزشیش نظام ارزشی پدر و مادر باشه برابر این که پدر و مادر میگن ما خوبی تو رو میخوایم میخوایم که تو <تصفح> واقعا مسئله نداشته باشیم فرزند بهش از آن داره اون چیزی رو که بهش از آن نداره اینی که آقا ارزش های تو ارزش های من نیست و خوبی چه هست بله این اه، تغییر رویکردهای اجتماعی و حرکت از نوع مشارکت خشونتبار اجتماعی به سمت سیاست پرهیز از خشونت و عمل کرده پرهیز از خشونت باعث نمیشه که خونواده ها کمتر نگه دارن و کمتر تضعیف کنن مشارکت اجتماعی رو اون چیزی که شما در ابتدا گفتید بدون تردید تو موقعی که این از طرف حاکمیت هم پذیرفته شده باشه یعنی اینی که جامعه تصمیم بگیره غیر خشن باشه و جنبش های اجتماعی بخوان در دنبال یک حرکت غیر خوشمونت آمیز باشن این, این یک مسئله است و برای یک تحول بسیار مهمی در منطقه است برای اینکه برای اولین باری که ما در منطقه همونجوری که دو اشاره کرد برای اولین باری که در منطقه ما در واقع بدون اینکه با توفنگ به این وسط بدون اینکه با افرادی که خودکشی میکنن با بمب بیاین وسط با کمیکاز بیاین وسط اینا خرسه با استدلال اینی که رأی من کجاست میایم وسط این یه تحول فکری و یک بلوغ جدید جامعه ایرانه ولی همزمان وقتی که در حقیقت حاکمیت به این به این برخورد بسیار خشن میکنه وقت بر دوباره اون شبه در واقع کشتار شبه انقلاب و شبه اینها در ذهن اینها دوباره شروع میکنه به و دوباره و خانواده دوباره در واقع بله نقش جنسیت فرزندان در تر ترغیب یا برحذر داشتن از مشارکت های اجتماعی چی میتونه باشه؟ آیا والدین به طور مساوی و یکسان به دخترها و پسرهاشون این امکان رو میدن و اگر این تحول پیدا کرده تحول تاریخیش چجوری بود؟ <تصفح> شما نگاه کنید من دو کلم میگم بعدا دکتر پیوندی خیلی در این زمینه <تصفح> حرف بری زدن داره اه مسئله اساسی این استش که اولا دختران دیگه اون حالت مذرت میخوام تو سری خورده سابق رو نمیپذیرن یعنی به طریق زیر سوال میبرن حالا چه به طریق مستقیم و چه به طریق غیر مستقیم مثلا بسیاری از این کارهایی که میکنن توریست که سعی میکنن مثلا غرور پسر رو نشکنن ولی در عین حال اظهار وجود هم بکنن مسئله دیگر این هستش که برای دختران یک نقش دیگری دارن بازی میکنن نسبت به گذشته اما در سوال ایشون چیزی که مستطر هست واقعا خونواده ها به یک شکل با دختر و پسر رفتار میکنن اونجا که بحث مشارکت بخصوص مشارکت پرهزینه اجتماعی باشه بوجود. مثلا آیا به یک اندازه مانع میشن از بیرون رفتن دختر و پسر وقتی بحث تظاهرات هست خب این این بعد یک مقداری قش کرد یعنی میخوام بگم در بعضی موارد مانع نمیشن در بعضی موارد بیشتر مانع هر چی خانواده سنتی تر باشه وحشتش بیشتره دیگه از اینکه دخترش بره بیرون و بعدا مورد تجاوز قرار بگیره ولی من چیزی که میخوام بگم اینه که بوده پویایی باز یه تو خانواده نیست بوده پویایی توی جوان هاست دختر جوان این کارو میکنه چرا چه در تظاهرات مثلا حرکت سبز تعداد دختران واقعا اصلا قابل مقایسه نبود با گذشته و بعدا اولین بار هستش و در اینجا هم من فکر کنم دکتر پیونی کاملا حق داره اولین بار هستش که در یک حرکت اجتماعی وسیع دختران به عنوان زن مطرح هستند قبلا نگاه کنید در انقلاب اسلامی به عنوان دختر این کس خواهر این کس مادر این کس زن این کس مطرح بود اولین بار هستش که زنها به عنوان زن مطرح هستند و بنابراین این حرفی رو که میزنن چه خانواده بپذیره و چه نپذیره حرف جدیدی هستش که باعث تحول خانواده میشه و بحران خانواده مخصوصا تو خانواده سنتی ما این دور میشن از خانوادهشون به صورت این... فردگرایی به صورت اینی که خودشون به یه زن میبینن فردگراییشون توی شکل میگیره پیوندهاشون با خانواده کمتر میشه و این دیگه اونقدر تاثیر نمیذاره که آیا خانواده مساوی با اینا برخورد میکنن توی مشارکت اجتماعی ام. یا نه خانواده نیا کنین به هر حال مساوی برخورد نمیکنه به جزی قشر طبقه متوسط بالایی که خب در رابطه با غرب هست رو اینها ولی شما نگاه کنید <applause> مسئله اساسی این هستش که این یک نوع خواسته اجتماعی دختران جوان هست <applause> که این خواسته اجتماعی چه در سطح اجتماع و چه در سطح خانواده مطرح میشه محلی. و برای اینکه به کرسی نشونده بشه خب دچار تحولاتی میشه دچار بحران میشه خانواده رو دچار بحران میکنه پدر میگه نکن دختر میکنه مادر از دختر دفاع میکنه در این حال مادر احساس میکنه که پدر هم شکننده شده و اینها همه باعث میشه که در حقیقت خاستار ذهنیه خانواده متحول بشه کل سال طول بکشه پنجا سال طول بکشه ولی ما در اون راه هستیم دیگه خانواده ای ایرانی خانواده نیستش که به دختر بگن مثلا این کارو بکن و دختر هم بگه چشم بله. آه. اینه آه. که عوض شده شده شما فرمودین در مورد حالا بحث خانواده اینکه وقتی بچه ها میرن به عنوان مثال دانشگاه بعدا عوض میشن یهو برمیگردن به خانواده و باهاشون یه خیلی از هاشون تغییر میکنه چطور میشه که یهو تو پنج سال یهو ارزشهای ارزش های نقیز اونقدر به وجود میاد که یهو میره با خانواده جنگ میکنه سر اون ارزش ها چون دکتر پیوندی در زمینه کتاب های تحصیلی و اینا در مورد دانش آموزان و مثلا گروه های سنی پایین 18 سال کار کرده در این زمینه فکر کنم حرفش خیلی از من من, فکر میکنم که نباید واقعا این 18 سال جامعه روند جامعه پذیری رو با اون 5 سال کاملا جدا کرد از هم دیگه یعنی تداوم وجود داره ولی اتفاقی که میفته در حقیقت و این اتفاق فقط باز شامل جوانای ایران نمیشه جوانای همه دنیا با رفتن از بیرون از خانواده و رفتن به دانشگاه برای اینکه رفتن به دانشگاه در خیلی از مواقع همراه با رفتن جدا شدن از خانواده در ایران 60 درصد دانشجو غیر بومی هستند یعنی 60 درصد حدود 4 میلیون بیرون از خانواده بیرون از شهری که در محل زندگی پدر مادرشون دارن درس ولی هنوز ببنی. از لحاظ عاطفی و مالی کاملا هستند با خانواده ولی یه چیزی که در سوال شما در واقع من بهش در واقع انتقاد دارم اینه که شما فکر میکنید که خانواده تنها بازیگر روند جامعه پذیری جوونه الان خانواده یکی از بازیگران، یعنی رسانه هایی که چه رسانه های رسمی چه رسانه های دیگه ای که وجود دارن چه گروه همبازی یعنی گروه همسن همینطور اینها... دستگاه حاکم اینا... اینا, به طور وسیع شرکت میکنن در روندهای جامعه پذیری بنابراین هیچ وقت جوون تنها مرجش از داره فرهنگی، فکری، دورژیک ذهنیتی فقط خانواده نبوده هرچند که خانواده در ایران به نقش مهم ولی این سوال 18 سال پیش از رفتن به دانشگاه ما رو متوجه یه بحث مهم میکنه که آخر این برنامه است ولی بهتره تر بشه اونم این است که چه نوع فردیتی در خونواده در دوران کودکی و نوجوانی و اوایل جوانی تا پیش از دانشگاه رفتن شکل میگیره در خانواده ایران خانواده ایران بسیار حمایتی عمل میکنن یعنی این در واقع ذهنیت وجود داره که بچه من مهمتر از هر چیزه و گفته میشه که یک پدر در درون خونواده پدر بسیار خوبی است همین که بیرون میره فرزندان دیگران خیلی برایش مهم نیستن آیا چنین چیزی باعث نمیشه که در خونواده ها فردیت شخص بسیار فردیت وابسته و کمتر مستقلی باشه اینکه شما معتقد هستید این چیزا عوض شده در جامعه ایران ببینید من،, من،, فکر میکنم ما در ایران در یک جامعه متعارفی که در بقیه کشور را ببینیم کاملا زندگی نمیکنیم بدون اینی که جدا از این دنیا باشیم و این همه اون تناقضاتی که جامعه ایران همزمان با هم دیگه زندگی میکنه دلیل اون هست یعنی ما در یه جامعه زندگی میکنیم که دو فشار دولتی خیلی این زیاده که در ایران همه میپذیرن همه میدونن که خانواده در ایران فوق حمایتی عمل میکنه یعنی با تمام ابزارها به هر شکل ممکن سعی میکنه که این فرزند رو به عنوان یک فرد نگه داره و این آیا باعث وابستگی زیاد نمیشه آیا فردیت مستقل در 18 سالگی واقعا اینجوری حت شکل حتماً گرفته میتونه که... میتونه زیادتر از جاهای دیگه باشه ولی همزمان هم جوونا این نیاز به آزادی و نیاز به رها شدن از این قید و بندها یه نیاز طبیعی تو تو ها هست که برای همینم هم که این حالت طغیانی که جوون نسبت به خانواده‌هاشون دارن یه بخشی برمیگرده به به همین نیاز و اینی که خانواده نیاز نمیخواد این این نیازا قبول کنه چند تا بچه مثلا در فیسبوک امروز یه صفحه دارن بدون اینکه خانواده‌هاشون در جریان باشه اصلا قادر باشن به اون اون صفحات دسترسی پیدا کنن و نگاه کنید در اون ها چی میگذره من گاهی با اون کسانی که ارتباط دارم وقتی میرم رو اون هاشون اونا به من میگن که با مامانمون هیچ وقت به این دنیای ما راه ندارن اصلا در حقیقت رفتن به دانشگاه یک فقط رفت از در رفتن از دبیرستان به یک مؤسسه دیگه نیست دانشگاه در ایران و در همه دنیا اونجاییه که فرد در واقع یک از یه چیز از یک آستانه میگز از یه چیز دیگه میگذره و احساس نمیشه. بزرگی و احساس بزرگ سالی میکنه و از استقرار کردن و این اونه که در واقع ضمن اینکه من نمیتونم فکر کنم که به هیچ وجه اون تاثیر اون جامعه روندهای جامعه پذیری 18 سال پیش رو میشه نادیده گرفت ولی همزمان دانشگاه یک فضای جدید بازی که درش امکان در واقع دست رفتن به طرف مرزهای جدید فکری، ذهنیتی، فرهنگی به وجود میاد، وجود میاد، افرادی با تنوع بسیار زیادتری میادن اونجا و از همه مهمتر نقش دانشگاه دانشگاه یکی که دانشجو رو دعوت میکنه به فکر کردن به تولید فکر و به بلده. یه نوع رابطه جدید با علم که در دوره های دیگه در دوره دیگه تحصیلی وجود نداره به این تحول نه شامل ایران بلکه که به همه دنیا بر بر در, در خب همه دنیا, خب همه دنیا خب میشه چند دقیقه که باقی مونده یک دو دقیقه باقی مونده شما چه جوری در واقع تعریف میکنید نقش خانواده رو در ارتباط با مشارکت اجتماعی نقش خانواده نیا کنید نقش یکسان و منسجمی نیست و بعدا خانواده ها میگم مثلا شما خانواده طبقات پایین و یا متوسط الگوهای رفتاریشون همه یکسان نیست ولی من فکر میکنم حرکت های اجتماعی در گذشته در ایران و در سایر کشورهای همجوار ایران نشون میده که اگر یک حرکتی ایجاد بشه خانواده نقشش ای میشه یعنی خانواده به اون طریق تعیین کننده نیست بلکه روابط اجتماعی تعیین کنندن خواسته های حرکت اجتماعی تعیین کنندن و احساس وجودی که فرد در قالب اونها میکنه تعیین کننده است شما نگاه در گذشته ما برای جامعه ایران جامعه ای هستش که توش تناقضات و تحولات زیادی بوده و حرکت های اجتماعی بسیاری بوده بنابراین این حرکت ها خانواده من نمیبینم نقش اساسی توش بازی کرده باشه در رابطه با جلوگیری از تحرک اجتماعی ولی اون چی که اساسی هستش این هستش که نظام خانواده در حال حاضر ساختار خانواده در حال حاضر یک انسجامی داره با ایجاد حرکت های دموکراتیک بله آقای پیمانی خیلی کوتاه چنین نقشی هست و چنین رولی رو خانواده ایفا میکنه در انسجام با حرکت های اجتماعی من فکر میکنم که میشه در واقع اینا گفت بله پیدا میکنه ولی همزمان خانواده میتونه با عامل بازدارنده تبدیل بشه زمانی که بهایی که ما بابت مشارکت اجتماعی میپردازیم سنگین بشه خانواده بدون تدرید در واقع محافظه کارتر میشه و این محافظ کاری خانواده میتونه تأثیر منفی رو بشه بله. بسیار خوب به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان برنامه سعید پیوندی، فرهاد خسروخاور، سپیده عدادی و حمیده هشرودی این برنامه را روی وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. تمام برنامه های ما روی صفحه ما در فیسبوک هست و همینطور بسیاری از بحث های خارج از این برنامه در فیسبوک خواندنی است شب بر همه شما خوش